با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه‌ای که به راستی برای ما چهارشنبه خوشبختی است، همطور که روی صفحه ملاحظه می‌فرمایید و به عرض رسوندم برای اون دسته از عزیزانی که از طریق رادیوها پیگیر برنامه هستید، چون نه تنها از رادیوی میهن این برنامه پخش می شود، دیگر دوستانم مهر می کنند و از طریق رادیوهاشون این برنامه رو تو سایت های مختلف پخش می کنند. از اون نازنینان هم سپاسگزاریم. بریم خدمت سرکار خانم مینای احدی بعد از مدت ها تأخیر، و از این بابت یه قدری من خودم شرمنده و خجالتم از خانم احدی، برای اینکه یه شخصیتی است که به راستی باید ازش تقدیر کرد. طی این سالیان دراز او بسیار بسیار خدمت کرده، کار کرده و جان انسانها رو نجات داده. اجازه بده که عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم خدمت این بزرگوار و بهش خوش آمد بگوییم. خانم درود بر شما. خانم عادی خیلی ممنون، سلام عرض میکنم حضور شما بینندگان و شنوندگان برنامه تون. خیلی تشکر میکنم از لطفی که داشتیم و امیدوارم که در آینده بیشتر از قبل به صدا بیام تو این برنامه. خیلی خوشحال شدم. خب گرفتاری. یک گزارشی بدین خانم عادی، این مدت چه کردید، چه میکنید و پروژه در دست اقدام شما کدام است؟ خب من مدت طولانی هست که تو برنامه شما نبودم. اتفاقات خیلی زیادی افتاده، کارهای خیلی زیادی رو ما انجام دادیم در طول این مدت که همه رو نمیشه بهش اشاره کرد، ولی همین اواخر مجموعه مثلا سخنرانی هایی که داشتم در آلمان، شاید از مثلا یه حدود 2-3 هفته پیش رو بتونم بگم که تقریبا نشون میده که تو چه جهتی مثلا دارم کارامو پیش میبرم. یکیش این بود که در پارلمان آلمان یه سخنرانی داشتم به دعوت یک کمیسیونی که داشت بررسی میکرد کمیسیون بررسی تغییر قوانین در مورد مسئله به اصطلاح راسیسم و یهودی ستیزی در آلمان، که از 3 نفر کارشناس دعوت کرده بودن سخنرانی کنن. منم یکی از اون 3 نفر بودم و نظر خودم رو در مورد اینکه چرا راسیسم در آلمان تا حدودی مثلا رشد کرده یا رشد میکنه، به خصوص مثلا سازمان های مثل AfD که نقد به اسلام و جنبش اسلامی اینا یکی از تماهاشون هست، دعوتم کرده بودن سخنرانی کردم، که اساسا گفتم به خاطر اینکه خود دولت همکاری میکنه با سازمان های اسلامی و این موضوع رو رسیدگی نمیکنه، خب دست راستی ها روی زخم انگشت میذارن و نیرو میگیرن. به هر حال این انعکاس مطبوعاتی گسترده‌ای داشت و بعد از اون حدود 1 هفته قبلم با یکی از نمایندگان پارلمان اروپا دعوت کرده بودن، دوتامون سخنران بودیم در مورد ایران و جنبش دختران خیابان انقلاب و آینده ایران و رابطه اتحادیه اروپا با ایران، که اینم خب مهم هست به خاطر اینکه بسیار تأثیر داره اتحادیه اروپا و سیاستهاش در بسیار دوام و بقای جمهوری اسلامی. یعنی خود اینا بخشی از سوال هستن و خوب بود که منو هم دعوت کرده بودن با یه نماینده پارلمان سخنرانی کردیم، به خاطر اینکه به نظر من صدای اعتراضات مردم را اینا هم شنیدن. این خانم که خانم کورنلیا ارنست اسمشون هست، تازه رفته بود ایران با یه هیئتی و تعدادی از فعالین غیر دولتی از جمله خانم نسرین ستوده و تعدادی دیگه را هم ملاقات کرده بود که در مورد اوضاع ایران حرف زد. ما توی این فاصله هم یه سازمان درست کردیم، سازمان سکولار فلوکتلیکس هیلفه اسمش هست، که کمک به پناهنده از موضع سکولار اسمش هست، و تعداد زیادی خانم از عربستان سعودی و سودان و نمیدونم عراق اینا رو کمک کردیم جواب بگیرن. البته به خانم ها و آقایان، ولی اساسا کسانی که از اسلام دست کشیدن بهشون کمک میکنیم. در هر حال این کمپینی که الان داریم پیش میبریم، در این حال یه کمپین بزرگی رو داریم الان به همراه آقای امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی، پیش میبریم که بر علیه حکم اعدام رامین هست، و این هم یه برنامه خیلی گسترده‌ای هست که اگه خواستین گزارش میدم.
ولی من همین پس فردا دوباره سخنران هستم در شهر زالبروکن آلمان، که اونجا هم دوباره در مورد انتگراسیون و کنسپتی که من فکر میکنم باید باشه در آلمان برای ادغام یا به چیزی که اینا میگن انتگراسیون، و سه‌شنبه هفته آینده هم دوباره به دعوت یک سازمان در مورد زندگی خودم از 39 سال پیش تا حالا و جمهوری اسلامی، سیاست های این حکومت سخنرانی میکنم که نشریه بسیار مهم فوکوس این رو زده و دعوتنامه رو به اصطلاح پخش کرده. و مجله فوکوس بی خودی سراغ آدما نمیره. اشاره کردی به این ماجرای برادر این آقای حسین پناهی، اما قبل از اینکه به اون برسیم دلم میخواد راجع به این وضعیت این آدم دیگه با هم صحبت بکنیم. راجع به در حقیقت اجازه بدید که بهمن برمزیان، آره دیگه، این که عفوش دادن و بعد دوباره همون لحظه اعدامش کردن، چیه ماجرا؟ من تا اونجایی که من در جریان قرار گرفتم، خب این خبر حکم اعدام بر علیه دو نفر البته هستند که اتهامشون این هست که مسلحانه مثلا به یه طلافروشی حمله کردن، سرقت مسلحانه کردن، حکم اعدام اینا رو دستگیر میکنن. تازه خودش میره، خود بهمن میره خودش رو معرفی میکنه و میگه من اشتباه کردم، همه چیزم تحویل داده میشه و اینا، ولی به هر حال دستگیر کردن و به اعدام محکوم کردن. ما در، یعنی خود من در 3-4 روز اخیر از طریق سوسیال مدیا و به اصطلاح شبکه های اجتماعی در جریان این موضوع قرار گرفتیم. وقتی که مادرش در مورد اینکه به اعدام محکوم شده حرف زد و واقعا خون گریه میکرد، یعنی خون بالا می آورد و این واقعا خیلی وحشتناک بود، و برادرش راجع به این موضوع حرف زد. ظاهرا در شهر همدان بهمن ورمزیار این خودش به اصطلاح سلمانی داشته و یه مرکز ورزشی رو داشته و آدم مثلا شناخته شده‌ای بوده توی اون شهر. اعتراض توی شهرم زیاد بود، مثلا شبکه‌ای توی تلگرام همدانی ها خیلی وسیع این خبر رو پخش میکنه. در هر حال نفس این که یک ویدیو پخش شد، مادری که داره التماس میکنه و خانواده‌ای که دارن التماس میکنن، در مدیای اجتماعی توییتر و غیره خیلی وسیع این خبر پخش شد و بعدن بالاخره تبدیل شد به یک موضوع و توجه های زیادی رو به خودش جلب کرد، اعتراضات زیادی رو هم دامن زد. بعد روزی که سه‌شنبه یعنی قرار بود که اعدام بشه، دیروز صبح یه ویدیو دیگه از مادرشون اومد که تشکر میکرد، از جمله مثلا از خامنه‌ای تشکر کرده بود و گفته بود که به خاطر اعتراضاتی که شما مردم کردین، گفته بود که حکم اجرا نشد. معلوم نبود البته مثلا لغو شده حکم یا قانونی، هنوز معلوم نبود چه خبره، ولی اعدامش نکرده بودن و ظاهرن به این خانواده گفته بودن که اعدام نمیشه. ولی امروز چهارشنبه جسدش رو تحویل دادن و اعدامش کردن. خود حکومتی ها و خود جمهوری اسلامی اعلام کرد که یک مشکل به اصطلاح قضایی وجود داشته، اینطوری نبود که حکم لغو شده باشه، این مشکل رفع شد و اعدام انجام گرفت. ولی من که خب سال هاست تو این زمینه دارم کار میکنم، میدونم که اولا جمهوری اسلامی در رابطه با کسانی که مثلا حمله میکنن به مراکزی مثلا مثل همین طلافروشی و غیره، سریع اعدام میکنه این افراد رو، یعنی نمیخواد، به نظر خودش نمیخواد مردمی که مثلا گرسنن، درآمد ندارن، جوانایی که کار پیدا نمی کنن، حمله کنن به یه مراکزی و فوری میاره این افراد رو اعدام میکنه. اینو همین تو شبکه های اجتماعی هم الان نوشتن. درست بذارید در مقابل این که وقتی میگن مثلا فلان کس میلیارد میلیارد پول بالا کشیده، آب از آب تکون نمیخوره، خیلی عادیه، بین خودشون خودی هاشون اصلا مهم نیست و واقعا سرسام‌آور میزان دزدی هایی که انجام میدن. ولی وقتی یه پسری جوون که کار نداره یا داره یا به هر حال این کارو میکنه، بعد میره میگه ببخشید من اصلا اشتباه کردم و غیره، به خاطر زهر چشم گرفتن به نظر من از بقیه جوونا، به خاطر ایجاد فضای وحشت، به خاطر اینکه بگن هستیم، به خصوص الان اوضاع داره از دستشون در میره و بعد از اعتراضات دیما، خب خیلی
فضای اعتراض، فضای اینکه این حکومت رو نمیخوایم، فضای شعارهای اعتراضی خیلی خیلی بالاست. به این معنا به نظر من جمهوری اسلامی بین خودش هم طبعا مثلا بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و قوه قضاییه و غیره و غیره همیشه بعضی وقتا اختلاف نظرهای پیش میاد، ولی همه با هم ظاهرا یه روز به خاطر اعتراضات و فشار میدیای اجتماعی گفتن فعلا عقب بندازیم، ولی روز بعد اون جماعتی یا تعدادی که میگفتن حتما باید زود اعدام کرد آوردن اعدامش کردن، و به نظر من در نهایت در نهایت این اتفاق افتاد و خانوادش هم امروز مثلا ویدیویی رو دیدیم که دارن دفن میکنن. و من شخصا فکر میکنم این نفرت و انزجار خیلی بیشتری رو توی جامعه دامن زد و دامن اتفاقا خواهد زد. خانم عدی به نکته بسیار دقیقی اشاره کردی، یعنی اینکه وقتی که این قیمت دلار شکست و در حقیقت به قیمت واقعی خودش نزدیک شد، خب یکی از دوستان من، نزدیکان من به من صحبت میکرد و گفت با ایران حرف زدم، خیلی مردم وحشت زدن، من تا حالا هم چیزی رو ندیده بودم. من گفتم خب مردم حق دارن، برای اینکه اگه قیمت دلار اینجور بالا میره طبیعتا رو قیمت اجناس اثر میذاره، بنابراین نون میشه دونه 10,000 تومان. اون وقت وقتی نون شد دونه 10,000 تومان، خب من که بچه‌م گرسنه است و بعد لقمه نون ببرم خونه، خب میرم تو خیابون یخه یکی رو میگیرم، جیبشو میزنم، ساعتشو از دستش وا میکنم، زورگیری میکنم دیگه، دخل مغازه رو میزنم. و شما اشاره میکنی این به خاطر جلوگیری از این ماجرا شاید اینگونه اخبار رو پخش میکنه سریع، در حالی که هر روز داره اعدام میکنه. خب گفتن در امسال ایران بالاترین تعداد اعدام داشته در جهان و نصف اعدامای دنیا 55% در ایران انجام شده. خب یه رقم وحشتناکه، اصلا آدم تصور نمیتونست بکنه. یه روزگاری میگفت مثلا کسی قرص نانی را دزدیده بود، او را گرفت، حاکم حکم داد دستش را قطع کردند. فقط تو قصه ما اینو میشنیدیم، در عالم امروز اصلا تصور چنین چیزی محال بود. بعد دیدیم که در مشهد همین چندی پیش یه آدم رو گرفتن دستش رو قطع کردن. این نکته خیلی نکته مهمیه که بهش اشاره کردیم. برای جلوگیری از این چه میتونیم بکنیم به نظره؟ همینطور که گفتم، خب جمهوری اسلامی میدونه که مردم خیلی خشمگینن. مثلا تظاهرات ها، اعتصاباتی که اخیراً بوده، حتی بعد از دیما کارگرها مثلا رفتن تو خیابون، بازنشسته ها، مال باختگان، همه شعار میدن، میگن حقوق تو نجومی، مثلا این چه وضعیه، نمیدونم ما منزلت و معیشت خودمون رو میخوایم. و در مجموع یعنی شعارها، فضا، روحیه به طرف اینه که تو باید بری، حکومت باید سرنگون بشه، هیچ امیدی به تو نیست. یه همچین وضعیتی الان وجود داره و میلیونی هست. یعنی تمام مردم در ایران، حالا یه دوره مثلا هممون میدونیم که اصلاح طلبا اومدن یه حائلی شدن، گفتن میشه اصلاحات انجام داد، میشه یواش یواش یه کاری که الان دیگه همه چیز به نظر من تموم شده و مردم مترصد فرصتن. و همینطور که شما هم اشاره کردین، خب با این وضعیتی که الان هست و فقر و نداری و بیکاری و ارزش همه چیز، از پول ایران که میره پایین ارزشش، یعنی در حقیقت خیلی چیزا برای مردم اصلا همه چیزشون برباد میره، تو این وضعیت به نظر من جمهوری اسلامی میترسه. میترسه فقط نه اینکه به طلا فروشی حمله کنن، حمله کنن به خونه آخوندا، نمیدونم مقامات حکومتی که میگن میلیارد میلیارد پول بالا کشیدن، و برای جلوگیری از این چیزا داره فضای وحشت ایجاد میکنه، اعدام میکنه و غیره. چه کردم؟ فکر میکنم پاسخش همین چیزیه که مردم مشغولن، یعنی واقعا باید کاری که جمهوری اسلامی بره برای هیچ مشکلی، دردی، این حکومت نه فقط درمان نیست بلکه خودش علت و العلل تمام مصائبی هست که توی اون جامعه وجود داره. و الان گفتم در ابعاد میلیونی همه مردم به این نتیجه رسیدن،
ما که از 39 سال قبل داشتیم اینو میگفتیم، الان دیگه شده یک به اصطلاح گرایش کاملا عمومی و میلیونی در ایران و باید کاری کرد که حکومت سرنگون بشه و خودشون هم البته اینو میبینن که آره جالبه. ببین خانم عدی، خب من خیلی اصلا در مقابل مقایسه با شما و فعالیت دوستان و دیگران هیچ، ولی تظاهرات برگزار کردیم و خیلی تظاهرات برگزار، شما مخصوصا در این کار، ولی شعارهایی که در ایران انتخاب میکنن خیلی عجیبه. مثلا در اصفهان میرن تو نماز جمعه، در اصفهان شهر شهدا، شهری که از در و دیوارش عکس شهید میریخ پایین، میرن تو نماز جمعه پشت میکنه به قبله و رو میکنه به مردم و میگه پشت به دشمن رو به میهن. یا فرض کن کارگران میان تو خیابون فریاد میزنه زنده باد ستمگر، مرگ بر کارگر. خیلی نکته جالبیه، یعنی ما این همه تظاهرات اینجوری شعار دادن رو خیلی جالبه، من نمیتونم. بله، مثلا همین امروز من دیدین که شعار میدن که دشمن همینجاست، مثلا مرگ بر آمریکا که گفته میشه، آمریکا اینو بازی میکنن با این، میگن دشمن ما همینجاست نه آمریکا. فرضاً من فکر میکنم که خب هر کسی، هر گروهی، هر سازمانی، هر فردی میتونه راجع به خودش و راجع به جریان کارش حرف بزنه. تا اونجایی که به من و به ما برمیگرده، ما همیشه رو همین جهت از نظر فکری کار کردیم که اولا حکومت اسلامی قابل اصلاح نیست، ثانیا دون شأن بشره، این حکومت باید سرنگون بشه، این همه نمیدونم ضد امپریالیست بودن و اینکه به خاطر ضد امپریالیست بودنمون، فرضاً بعضی از سازمان ها میگیم که مسئله حجاب زیاد مهم نیست، میشه با حکومت کنار اومد غیره و غیره. من یکی یا ما از همون اول کاملا مخالف این بودیم و مبارزه کردیم و گفتیم حکومت باید سرنگون بشه، نظام کاپیتالیستی یا سیستمی که تو ایران الان داره کار میکنه میتونه مثلا بر اثر مبارزات مردم کنار گذاشته بشه، یه شرایط دیگه ای میشه پیش اومد. تا اونجایی که به بحث مذهب و اسلام برمیگرده، مثلا من یکی فکر میکردم همیشه یه مسئله مهمی هست، باید نقد کرد، باید این تابو رو شکست و فکر میکنم تو ایران الان در ابعاد میلیونی مردم دارن این کار رو انجام میدن خوشبختانه. مثلا ما خودمون توی آلمان سازمان درست کردیم به اسم نهاد اکس مسلم، بیشتر هدفمون در این حال این بود نشون بدیم که مذهب نباید ارثی باشه و اگه کسی از اسلام دست کشید نباید اعدام بشه. تابو شکنی های از این نوع رو تو مجموعه فعالیت های خودم سعی کردم انجام بدم و فکر میکنم اینا همش المنت های مهمی هست که داره الان تو ایران اتفاق میافته. آره یه اشاره ای کردی به این جریان در حمایت از پناهندگان و روی کلمه سکولار تکیه کردی. الان تو خبرها نگاه میکردم که در استرالیا یه پناهنده رو به خاطر اینکه کلیسا نرفته و کیسش این بوده که من مسیحی هستم اگه ایران برم جانم در خطر است، به خاطر اینکه مثلا یه دفعه نرفته کلیسا حکم دیپورت بهش دادن. خب این کاری که شما دارین میکنین کار بهتریه به نظر من که روی این تیکه سکولار تکیه کنیم، اینجا قرار بگیریم. بله، این سازمانی که درست کردیم با یه سازمان آتئیستی آلمانی با هم این را فراخوان دادیم، سازمانش اسمش جوردان برونو استیفتون یا بنیاد جوردان برونو هست. هدفمون دو جنبه داره، یکیش این که بگیم پروسه پناهندگی و رسیدگی به پناهندگی باید سکولار باشه که جامعه، یعنی تو آلمان خب همه میدونن که جمعیت خیلی زیادی اومدن وارد آلمان شدن، بعد قسمت‌هایی که رسیدگی میکنن به کار پناهندگی سکولار رفتار نمیکنن. مثلا خیلی جاها پناهجویانی هستن که مثلا مجبورشون میکنن برن مسجد مثلا زبان آلمانی یاد بگیرن، نمیدونم از طریق آخوند و ملا و اینا، یا مثلا مترجما اسلامی های افراطی هن، وقتی طرف میگه من مذهب ندارم ترجمه نمیکنه اصلا، میگه چطور ممکنه مذهب نداشته باشی. بعضا یه درجه به اصطلاح دخالت سازمان های مذهبی، هم مساجد هم کلیسا را ما تو پروسه پناهندگی میبینیم، ما این رو قبول نداریم و فکر میکنیم که سیستم باید سکولار رفتار کنه و به خصوص اونایی که از کشورهای اسلام زده اومدن رو اینقدر
مسلمانتر نکنه، چون طرف فکر میکنه این یه دونه ایدنتیتی تو هویت مسلمان بودن، اینجا بیشتر مسلمان میشن بعضیاشون. یکیش اینه، یکیش هم این که سعی کردیم به پناهجویانی که از کشورهای مثلا ایران، عراق، افغانستان غیر اومدن بگیم اگه مثلا مذهب نداری یا از اسلام دست کشیدی ما به شما کمک میکنیم برای اینکه پناهندگی بگیرید، چون بعضا اینا خودشون تو هایم های پناهندگی با تعدادی از افراطی های مسلمان مشکل دارن. مثلا تو این آلمان من زندگی میکنم، مثلا تو بعضی از هایما صبح زود طرف ها میشه قرآن با صدای بلند پخش میکنه، میگه پاشید همه نماز بخونیم، یا مثلا دخالت میکنم میگه چرا دخترت حجاب سرش نیست. تو هایما این کنفلیکت ها پیش میاد و ما سعی میکنیم اونجاها بریم سخنرانی کنیم و دفاع کنیم از اینکه اینجا آلمانه، اجازه ندارید دخالت کنید، اجازه ندارید اعمال نفوذ کنید و اجازه ندارید آدما رو بترسونید. بسیار عالی. بریم سر این داستان حسین پناهی، این چیه و چه فعالیتی در این زمینه انجام شده؟ بله، آقای رامین حسین پناهی یک فعال سیاسی هستند که از یک خانواده بسیار معروف و محبوب در کردستان، خانواده حسین پناهی هم همواره علیه جمهوری اسلامی بودن و بچه هاشون بارها زندانی شدن. یکی از پسران این خانواده یعنی برادر رامین کشته شده به دست جمهوری اسلامی، ولی خود رامین برادرش همشون بارها دستگیر و آزاد شدن. ولی رامین حسین پناهی به خاطر همین که نمیتونست دیگه تو ایران بمونه رفته کردستان عراق و اونجا با یک بخش از سازمان کومله فعالیت میکرده. خب اینا مسلحن توی اون به اصطلاح مقری که هستن تو کردستان عراق، همه این احزاب مسلحن، هم برای اینکه از خودشون محافظت کنن، هم بعضا عملیات هایی رو سازمان میدن مثلا در ایران، که تعداد این نوع مثلا فعالیت های مسلحانه هی کم و کمتر شده. ولی با وجود این آقای حسین پناهی که در کردستان عراق بود برای دیدار خانوادش رفته ایران و در سنندج در مثلا سپاه پاسداران وزارت اطلاعات خبردار شدن، تو ماشینی که ایشون بوده تیراندازی کردن بهش، زخمی و دستگیرش کردن، بردن زندان 200 روز توی سلول انفرادی بوده، شکنجه شده. اینو دیگه عفو بین الملل و همه نهادهای حقوق بشری تایید کردن. از جمله آخرین حرفایی که خود رامین زد این گفته بود که تهدید کردند که برادرم افشین حسین پناهی رو بعد از رامین دستگیر کردن. تعداد زیادی از افراد خانوادهشون رو دستگیر کردن، ولی خب افشین 8 سال و نیم زندان گرفته، الان با رامین تو زندانه. گفت که تهدیدم کردن که مثلا به افشین آزار اذیت جنسی میکنن جلوی من. یعنی تا این حد جمهوری اسلامی اذیت کرده، شکنجه کرده، مورد تحقیر و به اصطلاح آزار اذیت قرار دادیشون رو. بعدن به هر حال توی دادگاه قضایی که تشکیل دادن گفتن به خاطر به اتهام بقی این کلمه به اعدام محکوم میشه. بقی یعنی اینکه مبارزه مسلحانه انجام داده، در حالی که خانوادهش، خودش، وکیلش همه گفتن که مسلح نبود. اینکه سازمانی مسلحانه هست توی کردستان عراق، به هر حال این حکم رو بهش دادن و به اعدام محکومش کردن. از همون روز ما برادرشون آقای امجد حسین پناهی در شهر کلن در آلمان هست، ما با هم تماس گرفتیم، تعدادی از فعالین قدیمی در شهر کلن رو دعوت کردیم، همه با هم نشستیم و یک کمپین اعلام کردیم و این کمپین رو الان داریم پیش میبریم. مدت هاست انواع اقسام فعالیت ها، جلسات، اتحادیه اروپا، ملاقات غیره و غیره تا حالا پیش بردیم، ولی در بعد از مثلا یه مدت طولانی دو سه هفته قبل شنیدیم که حکم در دادگاه بالاتر جمهوری اسلامی تایید شده در شهر قم و در حقیقت هیچ مانعی الان وجود نداره، جمهوری اسلامی هر لحظه ممکنه رامین رو اعدام بکنه. ما به خاطر همین وضعیت اضطراری الان یک هفته نجات رامین اعلام کردیم که در شهر کلن در آلمان چادر زده شده در مرکز شهر یک هفته و خیلی اتفاقا استقبال شده، مردم میان خیلی امضا میکنن، هر روز مثلا صدها ورقه پخش میشه بین مردم. یه تظاهرات داشتیم همین در مرکز شهر کل که صدها نفر اومده بودن و واقعا استقبال خیلی زیادی شده بود، تو شهرهای مختلف در استکهلم در مقابل پارلمان و یک هفته در استکهلم هم دوستان زیادی فراخوان دادن. در داخل ایران اعتراضات زیاد، هنرمندان مثلا آقای ناصر رزازی و هنرمندان دیگه از کردستان همه فراخوان دادن که باید اعتراض کرد. پدر و مادر رامین البته میخواستن که روز یک شنبه
در مرکز شهر سنندج در میدان اقبال خودشون برن و بقیه مردم بیان بهشون ملحق بشن و اعتراض کنن، که پدر مادرش رو هم دستگیر کرد جمهوری اسلامی. چند ساعتی در زندان بودن، بعد فعالین محلی توی مدافعین حقوق انسانی در شهر سنندج همه جمع شدن رفتن و باعث شدن که اونا آزاد بشن. ولی الان آخرین خبری که داریم همین هست که معلوم نیست چه خبر هست و میبینید که جمهوری اسلامی چجوریه. به هر حال ما اعتراضات زیادی کردیم و قراره که پدر مادرشون از شهر، از روستایی که توش زندگی میکنن، به زودی پیاپای پیاده به طرف زندان حرکت کنن و دعوت کردن مردم بهشون ملحق بشن. به هر حال از هر امکانی که هست داریم استفاده میکنیم که رامین نجات پیدا کنه. آره، من شنیدم که تمام بازار در اون منطقه تعطیله، علاوه بر اینکه در همه جای ایران این بلوا هست، در کردستان علی خصوص شرایط دیگه ای داره. چه خبری از اونجا داری به طور عام؟ اعتصاب عمومی هست در چند شهر در کردستان که اساسا هم به خاطر اینکه خب جمهوری اسلامی مرز رو میبنده، حمله میکنه به کولبرا و این در رابطه با وضعیت وخیم اقتصادی هست که توی شهرهای کردستان حکومت داره تحمیل میکنه، هی اوضاع رو بد و بدتر میکنه. در این رابطه اعتصاب عمومی هست در برخی از شهرهای کردستان که در این حال بالاخره یک به اصطلاح اعتراضی دارن میکنن به جمهوری اسلامی و بحث حکم اعدام رامین حسین پناهی هم مطرح است تو این به اصطلاح اعتراضاتی که مردم دارن میکنن. ببین، ما ظرف مثلا این 40 سال همواره اعتراض رو دیدیم و هیچ وقت آروم نبوده، یعنی هیچ وقت جامعه به راستی این حکومت رو یه پارچه نپذیره. بنابراین این حکومت هم تمهیدات خودشو داشته، زیرکی های خودشو داشته و همیشه یه جنایی برای خودش به عنوان اپوزیسیون خودش درست کرده و اینکه امروز مردم دیگه این حرفا رو متوجه شدن، میگه اصولگران، اصلاح طلب، دیگه تموم ماجرا. و اینکه خصوصا از این دیماه که این اتفاقات افتاده همه ایران یه پارچه شلوغه ولی پیوند نمیخوره. چرا این اتفاق نمیفته به نظره؟ خب انقلاب برای سرنگونی یه حکومت یه به درجاتی هم خب یه جوری مثلا یه اتفاقی ممکنه باعث بشه که یک پارچه همه بلند شن و یه حکومت رو سرنگون کنن. خیلی ها گفتن انقلاب رو مثلا ما فرضاً نسل ما تو ایران داریم دو بار تجربه میکنیم و این خیلی عجیبه تو یک کشور، اتفاقا به خاطر همین که یه انقلابی رو ما در ایران دیدیم علیه حکومت پهلوی خیلی تأثیر داشت در جامعه ایران و همین که الان میگید هیچ وقت اون جامعه که بلند شده بود انقلاب کرده بود، یه انقلاب تجربه کرده بود و اینکه یه حکومتی رو که همه ازش میترسیدن و واقعا یک گورستان آریامهری اون موقع ما ازش اسم میبردیم، یه دفعه میشه انداخت، میشه یه تغییراتی رو ایجاد کرد. بعد وقتی حکومت اسلامی اومد سر کار، اون جامعه که شخم خورده بود هیچ وقت این حکومت رو نپذیرفت. معلومه که اوائلش بالاخره یه فضایی وجود داشت، خیلی ها رفتن رأی دادن، ولی به تدریج دیگه همونطور که شما میگفتین از همون اولی عده زیادی قبول نداشتن، به تدریج مردم در تجربیات مختلفی که انجام دادن الان دیگه یک پارچه این حکومت رو قبول ندارن. اعتراضات خیلی زیاد بوده، مبارزات خیلی زیاد بوده. اینکه کدوم نقطه یا کی چه اتفاقی بیفته که یک پارچه تمام مردم بلند شن و حکومت رو واقعا سرنگون کنن، اینو مثلا نمیشه پیش بینی کرد، ولی به نظر من میشه در مورد به اصطلاح المنت های منفی یا مثبتش حرف زد. اون چی که معلومه الان به نظر من یه روحیه عمومی وجود داره که این حکومت قبول نداره. حالا هر چی بیان مثلا بگن، توضیح بدن، یا خودشون هم اصلا نمیگن، یعنی خامنه ای و بقیه‌اش اصلا حرفی ندارن، نمیگن که یه چیزایی رو بهتر میکنیم، اوضاع بهتر میشه، اصلا براشون مهم نیست، کارهای خودشون دارن میکنن. ولی با وجود این مردم این حکومت رو قبول ندارن و نمیخوان به اصطلاح میخوان این حکومت سرنگون بشه. ولی ممکنه مثلا یه اتفاقاتی بیفته که تمام مردم پاشن. چیزی که به نظر من وجود داره الان تا حدودی بازم عمل میکنه همینه که یه فضایی ایجاد میکنن که میگن ممکنه اوضاع مثل سوریه بشه، اوضاع بدتر از این بشه، این مثلا فعلا که یه درجه امنیت داریم،
پس نباید کاری کرد. به نظر من اینا هنوز تاثیر داره روی افکار عمومی در بین مردم. با اینها باید مقابله کرد و باید کماکان روی این کوبید که جمهوری اسلامی باید بره. ما میتونیم این حکومت رو سرنگون کنیم. اگه این حکومت بره اوضاع خیلی بهتر از الان خواهد بود و اگر مثلا جمهوری اسلامی سرنگون بشه اتفاقا سوریه مثل ایران بشه، نه ایران مثل سوریه. خب خیلی وقت از این حرفا توی به اصطلاح الیت فکری توی ایران مطرح میشه و به نظر من تاثیر داره، تا حدودی تاثیر منفی داره، ولی با وجود این به نظر من جمهوری اسلامی همونطور که مردم هم میگن آخرین ساله و امیدوارم واقعا سال آخرش باشه و مردم بتونن حکومت رو سرنگون کنن. آره خیلی ها به این اشاره میکنن که سال 97 سال پایان رژیمه، اما من یه چیزی رو در حیرتم و اون اینه که خود شما اصلا اگه بتونی تمرکز کنی و برگردی به سال 56 55 جوان بودی درس میخوندی اینا، اصلا در مخیلت میومد که مثلا بیا آدمای یه روزگاری تو اون روزگار، تو اون روزگاری که دنیا داشت به یه سمت صنعت و تکنولوژی اینا با سرعت حرکت میکرد که آثار شما امروز داریم میبینیم، اصلا تو مخیلت میومد که یهو یه جایی برسی یه آدمی مثلا تو شهر کل یا تو برلین یهو بگه الله اکبر، چاقو بکشه دنبال مردم را بیفته سرشونو بخواد ببره؟ اصلا در ذهنیتت همچی چیزی رو میتونستی خیال کنی؟ نه نمیتونستم. حالا من پرسشم اینه، وقتی که چون الان یه عده این ذهنیت رو دارن و اینم دستگاه حاکم من مطمئنم که القا میکنه، از جمله اینکه انقلاب امر بدیه، هر جا انقلاب کردن بد شده، من نمیدونی ما انقلاب کردیم بد شد، پس نکنه انقلاب کنید، انقلاب نکنی. یزدی گور به گور در آخرین مصاحبه‌ای که میکنه در ترکیه میگه آره جوونا دوره شاه نمیشد، قابل اصلاح نبود، باید انقلاب میکردیم، ولی این حکومت حتما انقلاب خوب نیست، ضرره و انقلاب امر زشته، در حالی که اصلا خودش بر مبنای انقلاب اعتبار گرفته. اگر انقلاب نمیشد کی آقای یزدی رو میشناخت، کی اینا رو میشناخت؟ و برید به سمت اصلاح. اون روزی که تو خیابون مردم یا خودت اومدی فکر میکردی که مثلا خمینی یه همچی آدم جلادی باشه واقعا؟ فکر میکردم بله. چطوری آقا؟ من فکر میکنم مثلا خیلی وقتا تو آلمانم میرم سخنرانی میکنم راجع به همین موضوع که میگن مثلا اسم اون انقلاب ایران همین چند روز پیش تو نشریه تو آلمان هست، ایما، نشریه خیلی معروف فمینیستی هست که از دختران خیابان انقلاب مصاحبه براش گرفته بودم، با 6 نفر از دختران حرف زده بودم تو ایران، بعد همش میگفت که انقلاب اسلامی شد. گفتم نه انقلاب اسلامی نشد، یعنی خود همین الان مورد به اصطلاح زیر گرد و خاک زیادی هست. چی شد توی ایران؟ خب توی ایران یه حکومتی بود همونطور که شما هم میگید، در مقایسه با حکومت جمهوری اسلامی طبعا خیلی متفاوت تر بود، یه به اصطلاح تغییراتی توی اقتصاد توی وضعیت مردم ایجاد کرد طبعا، ولی حکومتی بود که دیکتاتور بود و آزادی بیان و اینا رو اصلا بر نمیتابید. من خودم دانشجو بودم و بچه بودم، درگیر شدم با این حکومت، مشکلات زیادی هم پیدا کردم، فقط به خاطر اینکه یه دونه انشا نوشتم پرای پهلوی رو نقد کردم، کارم به ساواک افتاد. از اینکه لرزه به جون آدم میافتاد تا تو دانشگاه هم با ساواک به اصطلاح مشکل پیدا کردم، ولی ممنوع بود فکر کردن، ممنوع بود نقد کردن، ممنوع بود حرف زدن، ممنوع بود. خب این وجود داشت. یه دفعه انقلابی شد خارج از اراده من، که اون موقع جوان بودم به قول شما، خارج از اراده من و شما و بقیه مردم ریختن تو خیابون، به خاطر اینکه تو شهری که من زندگی میکردم تبریز از خارج محدوده شروع شد، خونه های مردم رو شبا رو سرشون خراب میکردن. اینا اتفاقاتیه که افتاده، ممکنه بعضیا عصبانی شدن بشن از شنیدن این حرفا، ولی شد. تو تبریز یه حرکت بزرگی پیش اومد، ما هم رفتیم شرکت کردیم تو تظاهرات های مختلف، شرکت میکردیم با این امید که این حکومت بره یه اوضاعی بهتری بشه، آزادی، برابری، رفاه، غیره را میخواستیم. به مرور زمان اسمش رو گذاشتن انقلاب اسلامی و کردنش اسلامی.
من واقعا اسم خمینی رو از بی بی سی شنیدم، اونجا خیلی خندیدم، گفتم کی میگه این رهبر این انقلابه، و واقعا یک دقیقه و ثانیه هم من با اینا کنار نیومدم. از این لحظه که اومدن گفتن خمینی و بعد اومد حکومت رو تشکیل داد، ما تو دانشگاه تبریز واقعا همیشه میگم اسلحه رو از این شونه به این شونه انداختیم. ما هیچ وقت اینا رو قبول نکردیم. از روز اول که گفتن حجاب رفتیم تو خیابون تو همین تبریز که من زندگی میکردم، جلوی دبیرستان پروین فراخوان تظاهرات دادیم. 2000 نفر اومدن، اون موقع استادای من اومده بودن 50-60 سالشون بود، در مقابلشون سخنرانی کردم، گفتم این حکومت ارتجاییه. یه روز بود اومده بود سر کار، یعنی هیچ وقت فکر نمیکردم خمینی خوبه. از همون اول میگفتم اینا ارتجایی هن، اینا ضد انسانی هن. و واقعیت همینطوری پیش رفت. میخوام بگم یک گرایش، یه ترندی تو ایران از روز اول علیهشون بود و زنایی که اومدن تو خیابون از روز اول علیهشون بودن، منتها به تدریج دیدیم که خب سنگسار رو قانون کردن. و من خودم تو ایران فقط 1 سال موندم بعد از اینکه اینا اومدن، به خاطر اینکه اعدام کردن تعداد خیلی زیادی از جمله همسر منو اعدام کردن، برای خود من حکم اعدام داده بودن. خب ما این گرایشیم، ما این جماعتیم و زیادیم. من الان تو کشورهای مختلف میرم سخنرانی، میبینم این آدمایی که 40 سال از روز اول به این حکومت نگفتن، مجبور شدن ایران رو ترک کنن و هنوزم از آزادی خواهی، از برابری، از زندگی انسانی دفاع میکنن. درود میفرستم به همشون. ممنون. البته من یک شنبه رفتم این کار آقای پرویز، یه کار جدیدی درست کرده به نام I Love TV، بازی با خاطرات، خاطرات پرویز سیال. منم دیدم. اینو دیدی؟ بله، تو کل یه بار اجرا کرد. بله. من نمیدونستم. و این کاری که انجام داده خیلی به نظر من جالب بود، برای اینکه اونجا نشون میده همین حرفایی رو که شما زدی. یا مثلا میگه وقتی که ما سرکار استوار رو درست کرده بودیم و اینها، البته صمدی درش نبود ابتدا، ولی بعد از مدتی مردم سراغ اون پسر دهاتیه رو گرفتن و بعد بالاخره به ما این مجبور شدیم که این نقش رو بیاریم و بازی کنیم. و بعد میگه که مثلا توی یه دونه صحنه سرکار استوار وارد خونه کت خدا میشه، یه خروسی رو میبینه و میگه بابا چه خروسی داری اینجا کت خدا. بعد صحنه بعدی خروس روی کمد سرکار استوار توی پاسگاه ژاندارمری. گفت به محض اینکه این رفت روی آنتن پخش شد، فردا ژاندارمری، اون موقع خیلی هم فرمانده خشنی داشت، البته خب مقصودش غلامعلی اویسیه که فرمانده ژاندارمری بود، بعد میگه ما رو صدا کرد و گفتش که این کارا چیه میکنی و تحتیل کردن، چون که مثلا در اذهان بود که ژاندارما مقدوزن، بنابراین این تداعی معانی شده بود و به خاطر همین ماجرای یه مرغی که رفته از خونه این به پاسگاه ژاندارمری، گفت مدتی تعطیل شد این سریا و بعد در اثر درخواستای مکرر مردم و اینها آوردن، یا اینکه من رو دوباره از رادیو تلویزیون اصلا اخراج کردن. بعد که مجله تماشا درست شد و یه دونه رفت از مردم نظرخواهی کرد، 2 نفر رو مردم انتخاب کرده که خانم دلارام کشوری، که پرویز صیاد رو، بنابراین مجبور شدن دوباره بنا به خواست مردم ما رو برگردونند و بازی بدن. همون نمایشی که پرویز صیاد خب خیلی علاقمند رژیم گذشته است، ولی در همین خاطراتش بسیار نکاتی رو مطرح میکنه از دوران اختناق، از فشارها، از اینکه چگونه بدون اینکه پایه های اجتماعی رو بسازن تلاش میکردن که مظاهر غربی رو وارد کنن، مثل جشن هنر و غیره. و برای من خیلی جالب بود که یادمی که اینگونه علاقمند رژیم گذشته است، با زبان خودش اینگونه این داستانی رو که شما الان بیان کردی او هم روایت میکنه. اینکه مردم بی خودی نیومدن تو خیابون، دلایلی داشت، مردم آمدن و وقتی هم که اتفاق افتاد، خب غربی‌ها دیدن که
اگر این از دست بره ممکنه که خطرات داشته باشه. بنابراین گشتن با توجه به اطلاعاتی که داشتن، با توجه به ارتباطاتی که داشتن، خمینی رو آوردن شاخ کردن تو جیب مردم. درست، همه من با این موافقم. آره، بنابراین اینجوری نیستش که همین الان یهو غربیا بخوان که یه کاری رو انجام. ابتدا باید در اون حرکت در ایران آغاز بشود. ولی من میبینم که مثلا در خارج کشور یه ده آدم ها جمع میشن یه کارایی رو انجام میدن، مثل پیروز در لندن دوباره دی جمع شده بودن، شاهزاده رضای پهلوی هم پیام داده بود، یا فرض کنید دی در اتفاقا در شهر شما ظاهرا جمع شده بودن و حزب چپ ایران رو ساختن. این فعالیت ها رو چجوری تعریف میکنی شما پیش خودت؟ رضای من، خب نفس این که سازمان ها احزاب مختلف حرفاشون رو بزنن، تشکل وجود داشت. خب تو کشوری که ما ازش اومدیم 100 سال همچین آزادی وجود نداشته، هر کی اومده تشکل درست کرده، حزب درست کرده، سرکوب شده. به طور واقعی به نظر من، شاید به خاطر اینکه تعداد خیلی زیاده الان تو خارج از ایران زندگی میکنن، امیدوارم واقعا یه درس هایی رو از همین غرب گرفته باشن، و اونم اینه که جامعه خب طبقاتی، انواع اقسام گرایشات و نظرات و خواسته ها وجود داره و همه باید بتونن حزب درست کنن، تشکل درست کنن، حرفشون رو بزنن. یکی روی هنر فوکوس میکنه، یکی روی خواسته های خودش، هر کی بالاخره باید بتونه صحبت هاشو بکنه. و آزادی بیان، تشکل، تحزب یکی از خواسته های عمومی مردم ایرانه که امیدوارم اجرا بشه. الان که خب بالاخره اوضاع متشنج هست در ایران و هر لحظه ممکنه اتفاقاتی بیفته، خب هر کس داره سعی میکنه که به طرف خودش بکشه، بگه من هستم. مثلا بحث هست که کی آلترناتیوه، کی میخواد آینده ایران رو بسازه. به نظر من اینا بحث های مشروعی هستن، ولی در این حال من شخصا فکر میکنم دنیا خیلی عوض شده، خیلی پیشرفت کرده. وجود اینترنت و سوسیال مدیا و کمونیکاسیون های اجتماعی و غیره و غیره همه چیز رو عوض کرده. مثلا یکی از فاکتورهایی که به نظر من خیلی عوض شده، همه باید شاید بهش توجه کنن، اینه که اینطوری نیست که مثلا یه انقلابی بشه تو ایران بعد یکی از هواپیما مثلا سوار شه بره مثلا خمینی ایران بگه من اومدم، من رهبرم. تک آدم، نجات دهنده، رهبر، نمیدونم رضا پهلوی، غیره. من با این کاملا مخالفم و فکر میکنم که تو خود ایران مثلا مردمی که دارن مبارزه میکنن، مثلا کارگرا، اینطوری نیست که اعتصاب سازمان بدی همطوری سوت بزنی یه عده بیان. یه عده کار کردن، یه بافتی درست شده، رهبرایی وجود دارن، معروفن، محبوبن، زندان رفتن، بعضیا کشته شدن، بعضیا دوباره از زندان اومدن بیرون. بنابراین یک استرکتوری توی ایران داره ساخته میشه یا ساخته شده. یه عده از محیط زیست دفاع میکنن، نمیدونم یه عده کودکان خیابان رو دارن بهشون رسیدگی میکنن، یه تعداد سازمان هایی وجود دارن در دفاع از حقوق زنان، دختران خیابان انقلاب. اون دختری که رفته با ویدا موحد الان شده الگو، اون که نمیاد بیسته که یکی از خارج، یک نفر برگرده بگه من رهبرم و لیدرم و همه بیاید و نخبگان جمع میشیم، این اتفاق نخواهد افتاد به نظر من. ولی خب حالا بحث به اصطلاح چیز نکنم، سازمان های مختلف دارن جمع میشن، حرف های خودشون رو میزنه، هر کس داره میگه که من آلترناتیوم یا من میخوام این کارا رو بکنم، اینا مشروعه، دارن حرفاشون رو میزنن و بقیه هم میتونن گوش بدن، تصمیم بگیرن، بگن این درست میگه، اون غلط میگه یا هر چی. ولی من شخصا فکر کردم یه نکته خیلی مهمه، چون هی میگن آلترناتیو آلترناتیو، از نظر من آلترناتیو تو ایران خیلی به اصطلاح پایه هاش ساخته شده، همونایی که دارن مبارزه میکنن تو جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش دفاع از محیط زیست و غیره و غیره آماده هستن اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه. خیلی نباید بترسیم که کی میخواد قدرت رو بگیره. یه چیز ولی مهمه به نظر من، باید برامون روشن باشه بعد از رفتن جمهوری اسلامی چه چیزایی رو باید عوض کرد، چه چیزی میخوایم، که به نظر من اینا رو باید با صدای بلند گفت که آزادی، رفاه، برابری، زن و مرد با هم برابر باشن، تمام قوانین اسلامی که الان وجود داره، شریعه و غیره و غیره، باید لغو بشه، آزادی بیان، تشکل، تحزب و غیره و غیره. در این حال به نظر من ساختارهایی رو باید در ایران ساخت، پس فردا اگه جمهوری اسلامی بره، که باز تولید بشه یک نوع روابط انسانی. رو خیلی چیزا خراب شده توی اون جامعه و باید ساخت و از قبل هم یه مقدار باید نقشه داشت. در این حال فکر میکنم تا اونجایی که به
قسمت منفی برمیگرده، یعنی نفی. ما خیلی کارا کردیم، مثلا نه به اعدام، نه به سنگسار، نه به نابرابری، نه به حکومت اسلامی، نه به استثمار، نه به مثلا حقوق، سرکوب حقوق مردم، غیره و غیره، که اینا هم خیلی خوبه به نظر من، باید تو ذهن مردم حک بشه، پس فردا اینا رو میشه اجرا کرد اثباتن. وقتی جمهوری اسلامی رفت، میگه یکی نمیتونه بگه اعدام میکنم، خامنه ای رو اعدام میکنم، بعدا انشالله درست میشه. نه، هیچ کس نمیتونه اعدام کنه به نظر من. یعنی چیزای اینطوری به نظرم خیلی کار کردیم و فکر میکنم تا حدود زیادی بخشی از راه رو رفتیم. یعنی فکر میکنی در آینده این مسائل دور میشه؟ یعنی مردم دیگه خواستار اعدام و اینا نخواهم بود؟ به نظر من ممکن تعدادی از مردمم خواستار اعدام باشن، ولی مثل کشورهای اروپایی اون تعداد که خواستار اعدامن نباید بتونن تصمیم بگیرن. باید از همین اول یه چیزایی، میگم دیگه، یه خواسته هایی تثبیت بشه و تثبیت شده. الان نگاه کنید، یه دوره من مثلا تو کردستان بودم سال 1980، دو سه سال بعد از انقلاب، مثلا میشنیدم که بعضا این بحثا بود، اعدام انقلابی، نمیدونم، بعضی از بحثا هی اومد و رفت. ولی الان فکر میکنم من و شما هر دوتا میتونیم تایید کنیم که هیچ حزب و سازمان اپوزیسیون نمیتونه بگه اعدام خوبه دیگه، این قبیحه. آره، یادته این خیلی مسئله بودا، یعنی وقتی که منصور حکمت این داستان رو مطرح کرد چقدر اعتراض بود به این حرفش، یادت میاد؟ و آره، که اعدام قتل عمد دولتیه گفت، یا گفت اعدام انقلابی نداریم، خیلی اعتراض شد. هم وقتی هم که منصور حکمت گفت که مثلا روزنامه میزان نمیدونم باید آزاد باشه، همه باید آزاد باشن، روزنامه داشته باشن، گفتم نه، لیبرال ها نمیتونن، این خط رو داره، اون خط داره. به نظر من تاثیرات این خط، این گرایش وجود داره تو ایران و خیلی چیزها رو عوض کرده. مثلا مذهب رو میشه نقد کرد. ما از کشوری اومدیم جلال آل احمد ها رو داشته داره. خیلی ها همش احترام گذاشتن، احترام به نمیدونم عقاید توده ها، مذهب توده ها، از این چیزها خیلی گفته میشد دیگه تو سیاست ایران. الان اینطوری نیست، الان میشه رفت نقد کرد، مردم هم دارن نقد میکنن. میخوام بگم تو ایران خیلی چیزا عوض شده و این جالبه به نظر من. آره، یاد منصور حکمت هم گرامی باد، آدم بسیار بسیار جالبی بود. من چندی پیشم اتفاقا راجبش یه اشاره‌ای کردم که چگونه این آدم در اواخر زندگیش متحول شد و چقدر زود از بین رفت تا فهمید ماجرا چیه، دیگه عمرش مجال نداد بهش، یادش گرامی بود. بالاخره اثر خودش رو جا گذاشته. همین اعدام قتل حکومتی است از جملات منصور حکمت است، بایست این رو با زر نوشت. اما اشاره کردی به اینکه دختران خیابان انقلاب حاضر نمیشن که یه نفر از خارج بیاد بشه رهبرشون، بر چه مبنای این حرف رو میزنی؟ من روی خارجش تاکید نمی کنم، روی یک نفرش تاکید میکنم. آه بله، مثلا خارج، چون ما اتفاقا همین که منصور حکمت گفتیم جریانی هستیم که همیشه منصور حکمت خوش گفته ما طرفدار فرهنگ غربی هستیم، چون اینم یه تابو بوده. من فکر میکنم که تو غرب مردم مبارزه کردن، تغییرات خیلی زیاد شده، الان ما داریم زندگی میکنیم و خیلی چیزا رو میتونیم یاد بگیریم اینجا. نگاه کنید که احزاب مختلف هستن با هم میشینن بحث میکنن، جر و بحث میکنن، مثلا دوباره با هم کار میکنن. خیلی چیزا توی اینجاها نرم عادی هست که میشه ازش یاد گرفت. به هر حال منظورم اینه که من جزء اون گرایشی نیستم که بگم خارج بده، همیشه ما این رو هم دعوا داشتیم با جریانات مختلف. با این دارم در میافتم، یک نفر میره عوض میکنه. نه، تو ایران اولا این اتفاقات افتاده، بعد وقتی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه احزاب، سازمان های مختلف، چپ راست غیره، میرن اونجا، انتخاباتی میشه، ما مثلا میگه مردم خودشون میتونن متشکل بشن، خیلی راحت، الان اینترنت هست، تو خونش میتونه بشینه بگه عضو شورای منطقه فلان میشیم، بعد انتخابات میکنیم، اگه راضی نبودیم لغو میکنیم. یعنی یه مکانیزم هایی رو میشه ساخت که مردم واقعا مستقیم دخالت کنن. اگه دیگه میدونید، اگه پروسه خود به خودی واگذار کنیم و یک نفر و دو نفر و ده نفر، درست همین داستانی میشه که تو کشورهای مختلف پیش اومد، مثلا یه عده
اختلاسگر و یه عده دیکتاتور اینا ممکنه شکل بگیرن. نباید این رو کرد. راهش چیه به نظر من؟ چون مردم از اینم میترسن که بعدن چی میخواد بشه. به نظر من بعدن میشه اینطوری بشه که هر تک فردی توی اون جامعه بتونه نظر بده از طریق همین امکانات اجتماعی که همونطور که گفتم هست، رأیش رو بده، و بعد اگه یکی بر اساس اون رأی عمل نکرد بیاره پایین، دوباره یکی دیگر رو انتخاب کنه. یک روندی رو میشه سازمان داد که جلوی دیکتاتور شدن یه عده یا یک گرایش یا یه تعداد رو گرفت. اینم به نظر من یه چیزی هست که قابل اجراست. آره دیگه، اگه مثلا ما به همین آدمایی که تو خارج دارن زندگی میکنه، هر کی در هر کجای، من باور دارم که سه تا عنصر، این سه تا عنصر پیش برندن، یعنی جوامع موفقن که این سه تا عنصر رو توش رعایت کرد. یکی تاریخ، یکی جغرافیاست، یکی ادبیاته. یعنی اگر ما تو اون محلی که زندگی میکنیم، شما در کلن زندگی میکنیم، نمیخوام تاریخ اروپا، ولی حداقل تاریخ شهر کلن رو یاد بگیری که بدونی چه تحولی در اونجا صورت گرفت که لوتر توانست بیاید اعلامیش رو به کلیسای شهر کلن بذاره. چرا نرفت در دوسلدورف؟ چرا نرفت فرانکفورت؟ چه زمینه هایی وجود داشت؟ چه زمینه های جغرافیایی وجود داشت؟ چه زمینه های تاریخی وجود داشت؟ بنابراین اگر به همین مسائل آدمایی که در خارج کشور هستن به همین مسائل توجه کنن، دقت کنن، اینا رو میتونی راحت منتقل کنی به داخل کشور. اگر مثلا به آمریکا، به استرالیا، به اینا نگاه میکنیم، خب اینا کشورهای نو هن، اینا 200 سال مملکت هن. خب اینا میبینی که یه مش تبعیدگاه بوده در حقیقت. دزد و جنایتکارا رو میگفتن زندان نرو، بیا برو اونجا برای خود کار کن، و میوردن اینجا، بیگاری ازشون میکشیدن دیگه، ولی آزاد بودن. به جای اینکه برن زندان، اینجا برای خودشون تو خیابون میگشتن، تو مزرعه کار میکردن. ولی تأثیر اون فرهنگ، فرهنگی که در انگلستان و فرانسه و اروپا بوده، در اینها باعث میشه که قانون در اینجا حاکم بشه و جنایتکارا در حقیقت تسلیم قانون بشن. به نظر من ما هم می توانیم اگر این روشی رو که شما در حقیقت بهش اشاره میکنی دنبال کنیم و بتونیم این رو منتقل کنیم به مملکت، به نسل بعد، به آینده ایران. من بله، میگم مثلا من یه نکته مثلا اینجا بگم، خب طبعا از اروپا هم حتی میشه جلوتر رفت، این تو شکلی، ولی به هر حال مثلا فکر کنید که تو برلین یه تروری شد سر مثلا سال نو، دو سال قبل بود فکر کنم، خب یکی با ماشین رفته بود و یه تعدادی رو کشت، بعد یه خارجی دیدن میدوه توی اون محل، اونو دستگیر کردن. فضا اگه ایران بود، مثلا جمهوری اسلامی، فضا خیلی شدید بود، مردم هی میگفتن این حتما اونه، این حتما قاتله، نمیدونم باید کشت فلان. من واقعا اینجا خیلی برام جالب بود که دو سه روز بررسی کردن و اون آدمو برخلاف فضای عمومی که وجود داشت آزاد کردن، گفتن هیچ دلیلی وجود نداره، این آدم نبوده. یا مثلا مواردی پیش اومده که میگم فضاسازی عمومی یه جور دیگه است، ولی در کمال آرامش دادگاه رسیدگی میکنه اسناد، نمیدونم چیزایی که وجود داره، و برخلاف نظر عمومی و پوپولیستی نظر که است، یه تصمیم میگیره. به نظر من اینا خیلی آموزنده است. یا چیزی که برای من مهم هست اینه که همه مردم ایران، چه اونایی که تو خارجن چه تو ایران، باید این احساس رو داشته باشن بعد از اینکه جمهوری اسلامی رفت، همه حق دارن، همه میتونن زندگی کنن، همه میتونن نفس بکشن، همه میتونن رفاه داشته باشن، همه میتونن آزادی داشته باشن، و هیچ کس اجازه نداره. یعنی ایندیویدیوم خیلی مهمه و باید بتونه زندگیشو بکنه، تفریحشو بکنه، حزبشو درست کنه، نظرشو بگه. این خیلی مهمه تا اینکه از همون اول مثلا دوباره نمیدونم گروه بندی ها و یکی قدرت میگیره و بقیه باید تمکین کنن و غیره و غیره. این اتفاق نباید بیافته. دقیقا. ضمناً ما یادم رفت که از این آقای بهمن تشکر کنم، این میهنیار عزیز ما، که سبب شد، چون من چندی پیش
بر اساس همون ماجرای 10 سال پیش که میگفتن اگر خودت میتوانی، خودت اگر کسی را میشناسی دعوت کن بیاد اینجا، ما میکروفون در اختیارش میذاریم، داشتم این خاطرات تعریف میکردم. آقای بهمن بعد با من تماس گرفت و گفتش که آقا من پیدا کردم مشکل رو، من آدمایی رو میشناسم، و فرستاد که مثلا خانم احدی یه مصاحبه کرده در یه جایی و از اینا استفاده کن و باید ازش تشکر کنیم که به حال این یادآوری شد که ما دوباره به سمت شما و نازنین برگردیم و ازت خواهش کنیم که این مطالب رو بگیم. بله، ایشون از دوستان قدیمی و بسیار عزیز من هستن. بله، هم از فعالین خوب. عرضم به حضورت که برگردیم به ماجرای حسین پناهی رو با همین پرسش از حضورت مرخص بشیم. آیندهش رو چه میبینی؟ آیا موفق میشیم که این رو از نجاتش بدیم؟ امیدوارم که موفق بشیم، به خاطر اینکه خب هر چی در توان داشتیم داریم انجام میدیم. مثلا وزارت امور خارجه آلمان اعتراض کرده، اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین‌الملل، نهادهای مختلف. در این حال خب این کمپین هنوز ادامه داره و امیدوارم اگه امکانش باشه در داخل ایران، به خصوص مردم سنندج مثلا اگه در مقابل زندان تجمع کنن یا همراهی کنن با خانوادش، اینا همش فشارهای زیادی هست روی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان ولی خیلی حساسه، همینطور که گفتم، به خاطر فضای اعتراضی شدیدی که توی جامعه هست میخواد نشون بده هستم، میتونم کماکان بکشم، برای اینکه برای خودش یه حائلی اساسا درست کنه. ولی در این حال روی اعتراضات حساب میکنه، همین الانش تو تمام دنیا داره اعتراض میشه. من شخصا تو کمپین سکینه محمدی آشتیانی دیدم هر چی فشار بزرگتر باشه جمهوری اسلامی واقعا عقب نشینی میکنه، سنگسار نکرد بعد از 2010. الان فکر احساس خودم این هست که خب مدت ها بود علیه فعال سیاسی حکم اعدام نداده بود و هر چی تو 8 سال گذشته اعدام کرده از کردستان بوده. الان یه مورد گیر آورده که میخواد بر اساس اون دوباره به قول خودش شانس خودش رو امتحان کنه. اگه بتونه رامین رو اعدام کنه، ممکنه به اعدام های بیشتری از فعالینی که اسیرش هستن تو زندان ها سیاسیون دست بزنه. و در این حال میگم این میخواد بترسونه بقیه رو، جوانایی که میرن تو خیابون اعتراض میکنن رو بترسونه. به این معنی برای ما هم بسیار مهمه مقابله کردن با این حکم اعدام. احساسم اینه که یه نبرد نهایی داریم میکنیم علیه اعدام در ایران و خیلی خوبه همه نیرومون رو به کار بندازیم. از طریق رسانه شما، از همه عزیزانی که این برنامه رو گوش میکنن دعوت میکنم که همراهی کنن. همه میتونن مثلا مرکز شهر برید عکسش رو در دست بگیرید، تظاهرات کنید، این عکس ها رو بفرستید. همه اینا تاثیر داره در اینکه ما رامین رو نجات بدیم. آره، مثلا الان که این وضعیت در حقیقت آقای ترامپ هست و موضوع پاره کردن برجام و اروپا و بررسی در مورد تحریم های جدید در باب صنایع نظامیش، موشکیش و علل خصوص موضوع حقوق بشر، من فکر میکنم الان شرط خوبیست، میشه جان انسانی رو تو این شرایط نجات داد، باید کمک کرد. و ازت ممنونم. خیلی ممنون، مرسی، خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم. خیلی آره، ممنون. برای منم جالب بود بعد از مدت ها. امیدوارم که، میدونم آخه مشغله داری، یعنی کاری که بیرون انجام میدی خیلی مهمه. ولی میتونم بعضی وقتا بیام همین گزارش کارامو بدم. آره، همون کارو خواهیم کرد حتما. از این بار میام. متشکرم از شما. ممنونم از شما. سپاسگزارم. به حال دوستان، شنیدیم فرمایشات خانم احدی رو و این بانوی نازنین که به راستی یه تنه یه لشکری است و خیلی فعالیت میکنه. او هم مثل من، مثل شما، همسر، بچه، زندگی و علی خصوص که زنان خیلی زندگی برایشون سخت‌تره، زمین اینکه کار بیرون میکنن یه جورم حک شده بهشون که حتما باید بیان تو خونه، هم همه کارهای خونه رو هم زخشویی و رخشویی و نظافت هم باید انجام بدن. کار مردار هم که قبول ندارن. ولی این بانو از این شهر به اون شهر، از این پارلمان به اون دفتر وزیر و وکیل میدوه برای اینکه جان انسانی رو نجات بده. ما باید واقعا قدر این آدم ها رو بدونیم و سپاسگزارشون باشیم. تنها راه تشکر اونه که همراهی کنیم باهاشون. امروز به این کمپین ها بپیوندیم. درست میگه، من هم
معتقدم به تظاهرات یک نفره. همیشه به این اصل باور داشتم که یه نفر یه نفر لشکر رو تشکیل میده. بنابراین هر جا که هستی با مسئولین شهرید حرف بزن، بهشون اطلاع بده، نگو میدونه. میدونم میدونه، شما بگو بیشتر میدونه. هرچی فشار رو زیادتر کنی، دیدم که اون ابله آدم عقب افتاده ذهنی گفته بوده که خب چه فرقیه، سعید بهبانی هم تو سایتش نامه نوشته، حالا ما نامه نوشتیم به ترامپ، بعد مال اون خوبه. من دعوت میکنم از شما برید این نامه رو که سال 2009 در همون ماجرای 88 در همون ابتدای راه تو اون درباره ما، وقتی به سایت میان تیوی میای تو درباره ما بزن، یه جایی هست نامه به کشورها، اونو بخون ببین تفاوتش از کجا تا به کجاست. همینجوری دهنشو وا میکنه و زر مف میزنه، نمیدونه که بالاخره سند باید ارائه بدی و ما اسنادمون معلومه. به هر حال به همین دلیله که خواهش میکنم سایت میهن تیوی رو به دوستانت معرفی کن، یعنی www.mihantv.com رو به دوستانت معرفی کن که بتونن بیان توی سایت بچرخن، مقالات رو بخونن. من فهم میکنم تعداد مقالاتی که ما در سایت در طی هفته منتشر میکنیم هیچ سایتی، چون چند تا سایت که بیشتر نیم، مثل اخبار روز و گویا نیوز و ایناست دیگه، شما تعداد مقالات که ما منتشر میکنیم با تعداد مقالات که اونا منتشر میکنند و مقایسه بکنید و آگهی که اونا میگیرن و پولی که اونا دارن و بودجه‌هایی که اونا دارن با وضعیت فلاکتبار من و یه نفره من، اونا بالاخره ادمین دارن، 4-5 نفر دنبال میکنن، و با شرایط من مقایسه کنید. بنابراین دوستانتو دعوت کن به سایت میان تیوی بیان. لینک های برنامه تو شبکه های مختلف اجتماعی قرار میگیره، با پیوستن شما به هر کدوم از این شبکه ها لینک ها در اختیار شما خواهد بود. شما مهر کن، شیر کن. بعد هم اپلیکیشن رو حتما برید تو اپستور، اپلیکیشن رو دانلود کنید، به نفع شماست. مسئله مالی هم که یه چیز از سر من الشمس است و فکر میکنم بر عهده شماست که دنبال میکنی و هی فقط برای ما کف میزنی. کف فایده نداره، همت کنی. ما نیازمند پول هستیم، نیازمند درآمد هستیم، نیازمند این هستیم که بتونیم با کسب درآمد این کار رو توسعه بدهیم. همراهی شما یه نیاز مبرمه. متشکرم.